این فیلم ساعتی پیش به نمایش در اومد در سالن دوبوسی جشنواره فیلم کن، فستیوال فیلم کن، در بخش نوی نگاه. بعضی از اون به عنوان بخش جنبی نام میبرن، اما در واقع یکی از دو مسابقه اصلی فستیوال فیلم کن هست. این فیلم به کارگردانی همونجوری که گفتی علی عسکری و اینجا در شلوغی الان ما دقیقا کنار فرش قرمز هستیم و این همهمه فستیوال کن هست. به بزرگی خودتون ببخشید. این فیلم یک فیلم اجتماعی هست، فیلمی که از نظر توی سالن اگر توی سالن که بودیم حقایق اجتماعی بود در هفت بخش. چیزهایی مثل گواهینامه گرفتن، لاک زدن دانش آموز. فیلم کمدی نبود اما خارجی‌ها می‌خندیدن به واقعیت زندگی ما. من صحبت کردم با عسل باقری بعد از فیلم که منتقد سینما هست، اون رو ببینیم و برمیگردیم. فیلم آیه های زمینی به نظرم فیلم مهمی میتونه محسوب بشه، به خصوص در این دوره‌ای که ما داریم الان زندگی میکنیم و بعد از جنبش زن زندگی آزادی. اینکه این فیلم تا چه حد از لحاظ سینمایی میتونه خیلی موفق باشه به نظر من الان سوال این نیستش، ولی واقعیت اینه که این فیلم به نظر من که در چند اپیزود ساخته شده، هر کدوم از این اپیزودها عین هم در واقع فیلم برداری شدن، پلان‌های ثابتی هستش و ما هر دفعه دو بازیگر داریم که یکیشون رو نمیبینیم و یکیشون رو میبینیم و هر دفعه در واقع بازیگر اصلی در یک موقعیتی قرار میگیره که زندگی شخصیش و زندگی روزمرش در واقع تحت شعاع یک سری اتفاقات قرار گرفته و یک سری ممنوعیت هایی که در واقع ممنوعیت های غیر طبیعی هستن، یعنی کوچکترین آزادی های فردی و شخصی هر انسانی که در هر جایی از جهان میتونه داشته باشه در ایران از افراد گرفته شده و در روزمره آدم ها باید با یک سری در واقع نهادهایی همش در ارتباط باشن برای که زندگی روزمره خودشون رو بتونن جلو ببرن. و خب این به نظر من خیلی اتفاق مهمیه و هر ایرانی هم که این فیلم رو میبینه در هر کدوم از این اپیزودها و قسمت های فیلم خودش رو پیدا میکنه. فیلم ابزورده، در واقع یک نفری که ایران نرفته و ایران زندگی نکرده اگر این فیلم رو ببینه میخنده، برای اینکه فیلم گروتسکه، ابزورده، ولی در واقع این زندگی واقعی هر فرد ایرانی هستش که داره در ایران زندگی میکنه. ما داریم راجع به یک فیلمی صحبت می‌کنیم ولی هیچ صحنه‌ای ازش رو به نمایش ندیم، به خاطر اینکه این فیلم بسیار جدید هست. همین که گفتم ساعتی پیش نمایش داده شد، این فیلم به فستیوال رسید، در بخش بعدی تا اون موقع حتما بخشای از این فیلم اومده و میتونیم یه خورده تصویری‌تر در مورد فیلمی که به نمایش درآمد با شما صحبت کنیم. البته عکسای از این فیلم رو ما در تیزر برنامه نشون دادیم. سپاسگزارم پناه فراد بهمن، خبرنگار آزاد از کن فرانسه با ما بود.